عنوان دوم دیل سورت بایس جهت یا به خاطر تنظیم و ترتیب کردن آیکن ها استفاده میشه. در داخل امی لیست فرعی چهار کماند موجود است: نیم، سایز، آیتم تایپ، دیت مودیفاید. کماند های امی عنوان به خاطر تنظیم کردن و ترتیب کردن آیکن ها استفاده میشه. آیکن ها را روی دسکتاپ ترتیب و منظم میکنه. در داخل فولدر و درایو هم اینجا موجود است که اینجا شما مین در داخل درایو هم اینجا کمان موجود است، اینجا کمان را وجود داره. اینجا کمی زیاد است، بعد مسئله دیگه هم داره امرش و در اونجا صرف هم موضوعی که اینجا است چهار کمان داره. خب هدف اصلا این است که بعضی اوقات مردم روی دسکتاپ بعضی کنار مانده باشه، او را میتونید ترتیب بکنید و هدف اصلی عمومی امی کمان هایی است که در داخل یک درایو یا فولدر معلومات ها تنظیم و ترتیب شود. خب امی کماندها را ما اینجا تطبیق میکنیم بالای امی ایکانا که ترتیب شوه فعلا در روی استاپ. خب ایکانا در اینجا که هست با اساس نام باز گدوارد هست، این نام را ما از اینجا فعلا حذف میکنیم، نمیمانیم در اینجا اینا را، این را پنهان میکنیم و این مسئله دیگه که در اینجا هست این را ما از اینجا از صفحه کمپیوتر دور میکنیم از پرسونالایز تا که ما نو آیکن ها را نو آیتم ها را بسازیم بالای اونا ای کماند ها را هم تطبیق بکنیم. دیگه ببینید، خب میم اینجا آیکن نو جور میکنیم به خاطر مثال که اینجا ما شما بالای اونا پرکتس میکنیم. یک آیکن جور شد به نام خان، امیر اوپن میکنیم، رایت کلیک اوپن، در بینش معلومات هم نوشته میکنیم تا که وزنم پیدا بکنه. یک آیکن جور شد. آیکن دومی را جور میکنیم به نام جان. در نظر بگیرید که اول کدام ایکن جور شده، دوم کدام ایکن جور شده، این شما در نظر بگیرید. این جمعیم ایرم در بینش معلومات نوشته کردیم. خب این چقدر وزن داره؟ 75. این چقدر وزن داره؟ 59. ایکن دیگر جور میکنیم باز فایل وزن زیاد، باز فایل هم وزن کم، به خاطر که اونجا ما شما یک کمان با نام سایز هم داره که بازو در اونجا خوب نتیجه بده. یک فایل است ایره سنگین تر از همه می سازیم و یک فایل دیگره سبکتر از همه می سازیم و یکی دیگر هم جور میکنیم به نام وزن یک متوسط دیگه. خب شما اینجا میبینید که ایکانا که هست غیر مرتب و غیر منظم و گردوار است. اینجا ما شما کمان داریم به نام نیم. امین نیم کمان دو عمل داره، یک عمل اسندینگ و یکم دیسندینگ، یعنی یکی صعودی یکم نزولی. یک دفعه اگر ما کلیک بکنیم معلومات ترتیب میکنه و دوم دفعه برعکس همو کماند خود همو عمل خود کار انجام میده. مثال چه قسم؟ یعنی وقتی که کلیک شو معلومات ها رو به شکل ترتیب میکنه. ببین علی، بابا، فرید، جان، کمال، خان، زیارمال، یعنی از لحاظ حروف، از لحاظ ای بی سی آیکن ها رو کلش ترتیب کرده. اگر ما باز دوباره رو کلیک بکنیم نیم ببین ایکانا رو برعکس میکنه، زیارمل، خان، کمال، جان، فرید، بابا، علی، اسندینگ و دیسندینگ از لحاظ ای تا زد یا حرفی زی، از لحاظ حرفی زی یا تا با حرف ای، ترتیباتش به قسم است دیگه. مسئله بعدی چیه؟ ساید است. از لحاظ وزن ایکانا رو ترتیب میکنه. اگر ما این رو کلیک بکنیم ببین اینجا بابا بالا آمده. چرا؟ 138 بایت وزن داره، سنگین ترین فایل می است. دوم 75، 59، 57. دیگه آخری فایل چقدر؟ اینه 14. یعنی به معنی سنگین ترین فایل بالا آمده، سبک ترین فایل آیکن پایین آمده. اگر ما دوباره ای کلیک بکنیم سایز ببین همین فایل فرید که فایل آیکن پایین مانده سبک است، بالا میره. یعنی فرید بالا آمده 14 و همین بابا پایین آمده 138 بایت.
نو ده اینجا موضوع معلوم شد که معلومات ها را از لحاظ وزن ترتیب میکنه. سبک فایل یک طرف میره، سنگین فایل دیگه طرف میره. موضوع بعدی که اینجا ما شما داریم ده اینجا آیتم تایپ است که بالای موضوعات تطبیق میشه که اشکال مختلف داره، شکل های مختلف داره و نوعیت های مختلف داره. آیتم تایپ آیکن ها را از لحاظ نوعیت، از لحاظ ساختار، از لحاظ شکل ترتیب و تنظیم میکنه. فعلا ما شما یک نوع آیتم داریم، یک نوع آیکن داریم سفید از یک پروگرام به نام نوت پد. دیگه آیکن ها اینجا وجود نداره، از پروگرام ورد نیست، از اکسل نیست، اینجا کلیپ های ویدیویی نیست، صوتی نیست که ما اونا رو ترتیب بکنیم. ما ضرورت داریم که دیگه نوع آیکن ها رو اینجا بیاریم بالای اونا تطبیق بکنیم. اینجا می the new پروگرام ورد آیکنش میاریم. مثال امیره کپی میگیریم، ای کانال را چی کردیم؟ اینجا زیاد کردیم. ای کانال را نام میدیم، چرا که همه این داول داره. این نام میدیم مثال اجمل، این نام میدیم فرد مثال ای دو میشه، ای دو مکان نام میدیم اینجا کلیک نشد، زمان نام میدیم، اینجا نام میدیم برشان بابو. نامه است که اینجا در مثال ها براتون کار میشه، شما ای را یاد میگیرین. خان بوده و کمال بوده، اینجا جمال و اینجا واجد. مثال این نام ها را اینجا ما نوشته کردیم. میم موضوع بعدی آیکن دیگر میاریم که رنگ سبز اکسل پروگرام است. ایرم کپی میگیریم، کمی زیاد شوه، نام میتیم برشون احمد، حرف ای کار شودش، بلال، اونجا چی بوده؟ زهیر، ده اینجا کمال، کمال ده اونجا کار نشده؟ نشده، ده اینجا خان بوده، صحیح. و ده اینجا یک نام دیگه به نام واحد. خب ده اینجا میبینید شما، من اینا رو از لحاظ نام ترتیب میکنم. نیم ببینید اینجا احمد ایچ پیش است، از ای جی کده، اجمل باز ای ال، یعنی از لحاظ نام ترتیبش کده. اکسل از ورد از نوتپد باز اینه بابا، بابو، اینه بلال، از لحاظ نام حروف ایره ترتیب کده، گرد ورد از ایکنا، ولی از لحاظ نام ترتیب است، ولی از لحاظ شکل که است غیر منظم و گردورد معلوم میشه. ما میخوام که ایکانا را از لحاظ جنسش ترتیب بکنیم. اینجا میگم که در اینجا آیتم تایپ، کمی کلیک شوه ایکانا ببین، از اکسل یک طرف شد، همه اکسل است، از ای گرفته تا به حرف زی، تا حرف زد، از اکسل کلش ترتیب است. احمد، بلال، کمال، واحد، زهیر. ببین اینجا از ورد جداست، اجمل، بابو، جمال، واجد و زمان. از نورپر جداست، علی تا با آخر. یعنی هدفی شد که یک کانال از لحاظ چی جنس و نوعیتش جدا کرد. اگر باز کلیک شد ببین نورپر او طرف میره، نورپر این طرف آمد، اکسل دی طرف آمد. این دیگه اسندینگ و دسندینگ سیستم داره. خب من این رو همه میگیرم دلیت میکنم. ببین دیجا این ایکانار در نظر بگیریم که ما شما دیجا کدام اول جور کرده بودیم. دیجا دیت مودیفایر تطبیق میکنیم، کار میکنیم. دیت مودیفایر آیکن ها را از لحاظ تاریخ و نوبت جور شدنش ترتیب میکنه. کدام آیکن چه قسم جور شده بود؟ اول جور شده بود، دویم یا سوم؟ به قسم اینا رو ترتیب میکنه. وقتی که کلیک شوه ببین کمال ده اینجا آمد، خان ده اونجا میره، گردوارد. تو میگی نه میره، کلیک میکنیم که خان ده کجا باید بره. وقتی که کلیک شوه خان اینجا آمده، چرا؟ خان اول جور شده بود، آخر بالا آمده و اول آخر آمده. دسندینگ است. اگر بازی کلیک شوه اتومات اسندینگ. اول ما شما خان جور کردیم، باز جان جور کردیم، باز یارمل، باز علی، باز بابا، باز فرید، بازم داخل کمال جور کرده بودیم. یعنی به این معنی که به اساس تاریخ ایره ترتیب میکنه. خب ایکانایی که ما دلیت کردیم دوباره برمیگردانیم، این ایکان آمد، یک فولدر جور میکنیم، در مابین فولدر اینا رو تطبیق میکنیم. به خاطر که ما پیش گفته بودیم که این معلومات ها به در مابین درایو ها یا فولدر ها درجه بندی و گروه بندی شوه و یک کماند ها در اونجا به تطبیق شوه. مثلا هم یک فولدر است، شما در مابین یک درایو هم پرتاین، مثلا نیست، در اونجا میشه کماند ها رو تطبیق بکنین. ایره ما پن میکنم، ببینید اینجا نیم آمد،
ditemamad, ditmodified, tayamamad, sayamamad. İnce az lihazı vazın tertib, az lihazı naviyat ve şekli program tertib, az lihazı tarih tertib, az lihazı nam tertib. Right click میکنیم در اینجا این sort by اینجا وجود داره name از لحاظ نام خود ترتیب است دیگه و ascending است وقتی که descending click شوه زیار مال بالا می ولی احمد پایین آمده باز right click باز ascending click کنین ببینید که احمد بالا و پایین آمده اینجا ببینید 29 است و اینجا 25 است right click میکنیم میگم که اینجا از لحاظ چی تاریخ ترتیبش بکن ببینید اینجا 29 و اینجا چند 24 شد چرا 24 25 25 6 8 تا 9 قبل اینجا است که از لحاظ تاریخ ترتیبش کرده خب اینجا دیسندینگ است اسندینگ که انتخاب شد 24 بالا میره ببین 24 بالا آمده آیکانی که سابق جور شده بالا می که نو جور میشه پایین میآید خب به قسم اگر انتخاب نمیکنی این انتخاب بکنی که فایل آیکانی که نو جور میشه بالا بیا و سابقه پایین تر بره اگر ما بخوام اینا را از لحاظ تایپ جدا بکنیم ببینید چه پروگرام اکسل کلش یک طرف آمد از ورد دیگه طرف آمد از نوتپد دیگه طرف یعنی به این معنی که اینا را مرتب و تنظیم میکنه با اساس نوعیتش اگر شما در یک فولدر صوتی کلیپ ها دارین ویدیوی کلیپ ها دارین متنی دارین مسائل تصاویر دارین میشه که از لحاظ تایپش جدا بکنید هر موضوع جدا جدا میشه کلیپ ویدیویی جدا میره صوتی جدا میباشه تصاویر جدا میشه متن ها کتاب ها و چپتر ها جدا میرن به این شکل ترتیبش میکنن خب اینجا میم سایز از لحاظ وزن ببینید اینجا یک کیبی است اینجا صفر کیبی است اینجا هفت کیبی است گرد ورد است اگر ما بخویم اینا رو ترتیب بکنیم سایز ببینید هفت کیبی سنگین با سبک یک کمی شد بعدم آخر صفر شد اگر ما اینا رو بخویم که ترتیب بکنیم از لحاظ چی اسندینگ سبک فایل ببینید سبک فایل بالا میه سنگین تر دیگه پایین میاد این از لحاظ چی بوده درجه بندی نبوده این گروه بندی نبوده این صرف ترتیب بوده چه قسم ما آیکن ها رو در داخل یک درایو فولدر ترتیب بکنیم خب اینجا یک عنوان دیگه پیدا شده گروه بای گروه بای یک عنوان دیگه است که در داخل این چهار کماند موجود است ولی این کماند در دسکتاپ این عنوان در دسکتاپ موجود نیست گروه بای کماند هایش در دسکتاپ قرار نداره موجود نیست نو ما چه قسم اینا رو اینجا ترتیب بکنیم ببینید اینجا ای چی وظیفه داره گروه بی به خاطر گروه بندی کردن درجه بندی کردن آیکن ها یا آیتم ها در داخل یک درایو یا فولدر استفاده میشه چه قسم ما اینا رو ترتیب و گروه بندی بکنیم با اساس چی گروه بندی بکنیم اینجا کمان اول نیم است از لحاظ نام آیکن ها رو گروه بندی میکنه وقتی که کلیک شوه ببینید اینجا آیکن ها رو از لحاظ نام گروه بندی کرد به این معنی که امی گروه A تا H 7 آیکن داره علی به این معنی که وقتی که یک آیکن به حرف A شروع میشه به حرف B شروع میشه به حرف C و D تا به حرف H کلن اونا در این جمعه در این گروه میه وقتی که یک آیکن به حرف I تا به P شروع میشه در این جمعه وقتی که یک آیکن به حرف Q تا به Z یعنی حرف Z شروع میشه در این جمعه حرف اولش که حروف باشه در این جمعه پنج ای داره پنج ای و هفت امینا داره اینه ما میخوایم لیست بسازم ببینید اینجا گروپی A تا H گروپی I تا P گروپی کیو تا بزی ای واسط چی بوده گروپ بندی از لحاظ نام بوده اگر ما ایره دیت مودیفاید بگوییم که از لحاظ تاریخ گروپ بندی بکنیم از لحاظ تاریخ چی میگه افتدانست میگه چی واقع جور شده توده جور شده اگر اینجا دیرو جور بوده یک هفته پیش جور بوده یک ماه پیش جور بوده یک سال پیش جور بوده ایره به ما شما ایره چی میکرد نشان میداد به اساس ما شما ایره باز میشناختیم که کدام فایل مربوط کدام تاریخ میشه در اینجا مسئله بعدی چی است که ما شما اینا را باید ببینیم از لحاظ تایپش است که از لحاظ نویتش جدا بکنه ببینید اینجا نویت و جنسیتش جدا کرده یه از پروگرام اکسل است پنج دانه از پروگرام ورد است پنج دانه از پروگرام نوتپد است هفت دانه یعنی هر موضوع را از عدم و بخشش عدم و گروپش جدا جدا براتون میکنه یه از لحاظ وزنش است برات نشان میده که empty فایل وزنی که مطلب نداره خالی است صفر کیبی است اینجا است فایلی که وزن داره از صفر بالا میشه تا با 16 کیبی ده اینجا میآید خب بیب امی ایکانا که اینجا ما شما داشتیم دی فولدر یه دیگ درایو فرد ایمی کماندا رو اونجا سرش تطبیق بکنیم دی اینجا ایکانا وجود داره یه ایکانا را از اینجا از امی درایو اینجا موجود است ایره میبریم ده اونجا دیگ درایو ده کمپیوتر درایو اوپن میکنیم رایت کلیک پیست دینجا ایکن آمد خب علی دینجا ایکن ها خیلی زیاد است معلوم نیست که کدام ایکن چه وقت دینجا آورده شده
deyince red click meykunim. Group B adlihaze chi? Adlihaze type. Adlihaze date. Adlihaze name. Kulli masal unce kar shud. Al ince mem tab ince meybinim. Sayzem ince meybinim. Data meybinim. Data click meykunim. Chi meyge today? Ajdadan item imruz jur shuda. Ajdadan imruz is. Deyince amada. Each year's last month. Deyince ene. Last week emi yak dana. Last month emi no dana. Yetemara in a long time ago haftana. Deyince bir tarihuar nishan bedeyi. Kudam item ve kudam ma ve çe vaxt deyince avarda şuda. Ya adlihazı çi buda? Adlihazı grubbe, adlihazı tarihiş buda. Adlihazı vazen ince nishan bedeyi. Ki 27 dana kez unspecified vazen nedar. Çara ma sabiq gufta budim ki fuldara ya derdirekana kez vazen nedara. Bale una vazen نامه که بارتان درجه بندی بکنه ولی پایین تر بین نشان میده که اینا که هست اینا از صفر بالاتر که وزنش بیه اینجا از تینی گفته میشه تا با شانزه که بی ولی اینا که هست امتی هست من یک ایتم دیگه نو اینجا جور میکنم در مو فولدر دیگه میم اینجا میبینیم که چی هست امتی هست و اینجا هم تینی هست یک ایتم نو جور میکنیم ببینید نام میدیم سمیر خب ببین وقتی که میره کلیک میکنه اینجا مانده همی سمیر ده اینجا هست چرا امتی هست خالی هست دبل کلیک یک حرف ده بینش اضافه میکنیم ویر ده بینش صف میکنیم به کجا آمده؟ سمیر ده اینجا آمده چرا؟ فایل وقتی که وزنش از صفر بالا میشه ده اینجا می تا شانزه که بی ما با بار اوپن میکنم وزن دار یک اندازه امیر کاپی و پیست زیاد میکنم وزنی فایل ما میبینی که چقدر شد اینه 2.69 کی بی امیر اوپن میکنم و کنترل ای انتخاب میشه من کنترل ای را در کیبورد کلیک میکنم انتخاب شد کنترل سی کپی میگیره کپی کردیم پایین تر میم اینجا پست میکنم کنترل وی پستش میکنه در پست ای زیاد میشه ببین اینجا تا که وزنی فایل از او اندازه زیاد شوه ببین چند شد نوشته کده که چند کی بی 45.4 کی بی 8 کیبی ده اینجا مثلا از 16 کیبی که وزنی فایل بالا شد ده اینجا آمد خب چی نوشته که سمال از 16 تا به 1 این بی یعنی تا 1024 کیبی که وزنش برسه ده اینجا ده این گروپ است وقتی که از او وزنش زیاد میشه از این گروپ دیگه بازی میره به گروپ دیگه الی اینجا این فایل است 45 من ایره اوپن میکنم ایره کاپی میکنم و ایره زیاد می سازم چقدر شده باشه اینجا می بینیمش اینه 500 میره یک دفعه کپی می گیریم و بازم یک پست می کنیم یک اندازه دی کم است از یکی کمی کم داریم از یه کپی میگیریم دمابه نمی پست میکنیم ببینید چی جداش چرا یک اشاریه سفر دو اینجا این بی شد به ایمانه از یک این بی بالاتر شد وزنش در اینجا آمد میرم نوشته کده علی فایل اکن که وقتی وزنش از یک این بی تا به 128 این بی هست در اینجا می باشد از این اگر زیاد میشه باز دیگه میه لارج نوشته میکنه باز هیوج نوشته میکنه دیگه گروپ ها جور میشه باز دو گروپ ها معلومات را گروپ بندی و درجه بندی میکنه یعنی هدف از این گروپ های ای بوده که شما ایکن ها را میتونه در لحاظ نام و در لحاظ تاریخش در لحاظ نویتش و در لحاظ وزنش ترتیب بکنین که به همی اساس میتونه اسناد را به آسانی و زودی دریافت و پیدا بکنین مثال که شما در کامپیوتر اسناد را ماندین به اساس تاریخ را میتونین پیدا بکنین اینجا نوشته میکنین یا کلیک میکنین براش انتخاب میکنین دیت اینجا بر نشان میده که امروز فایل امروزی است دیروز اینجا بر نشان میده یک هفته پیش بر نشان میده یک ماه پیش بر نشان میده با اصلا میتونین از اون تاریخ اسنادش یا معلوماتش رو وردارین و پیدا بکنین که اینجا ما براتون پیشم در مو درایو من براتون گفتم با اساس تاریخ این نشان میده امروز ده لاست ویک این لاست من کلی مسائل اینجا است من میم اینا رو از گروپ به اینجا دور میسازم این معلومات اینجا گروپ به نیست و اینجا میم صرف از لحاظ نام ترتیبش میکنم ببینین دوستا کماند هایی که ما شما خواندیم در لیست سورت بی و گروپ بی
ای اردو لیست ها در تب ویو نیز موجود است. در اینجا ببینین سورت بای لیست هم موجود است و گروپ بای هم موجود است در اینجا. از طریق امی دو لیست ها ما میتونیم معلومات ها را ترتیب و درجه بندی بکنیم که در دیتیل شما اینجا میبینین که معلومات ها به کدام اساس اینجا ترتیب میشه و چه قسم ما این ترتیب کردیم. نیم بوده، دید مودیفاید بوده و تایپ هم بوده و سایز هم بوده. از طریق سورت بای یا گروپ بای ما میتونیم کالما را در اینجا زیاد بکنیم و همچنان در رایت کلیک هم در سورت بای و گروپ بای همین دو موضوع موجود است که در اینجا پایین نوشته مور و در اینجا ما است مور. یعنی از طریق همین اپشن یا همین موضوع از همین کمال ما شما میتونیم دیگر کالم ها را در اینجا اضافه بکنیم. اینجا میم یک کالم اضافه و یا کم میکنیم. ببینید اینجا تایپ هم هست، سایز هم هست. من سایز انتخاب نمی کنم. ببینید سایز اینجا ورداشته شد. اگر خواسته باشیم بعض مسائل یا بعض موضوعات دیگر اینجا اضافه بکنیم، میم در اینجا ما سایز پیدا میکنیم که سایز در گروپ S اینجا ببینید آمده سایز. کلیک میکنیم دوباره سایز برگشته. اگر خواسته باشیم که در اینجا دیتا از اینجا ورداریم، ببین در اینجا میم در اینجا مور باز می دیتا از اینجا می ورداریم. ببین اینجا دیتا فعلا نیست. از طریق این اپشن ها میتونیم که ما اینا را دوباره پیدا بکنیم در لیست دی. دیتا مودیفاید پیدا میکنیم در اینجا دیتا مودیفاید. اوکی دوباره برگشته، این انتخاب کرده و به طرف نیم میاره. ببین دیگه دوباره آمده. یعنی تنظیمات هم میتونه که یکی رای طرف و یا او طرف ببرین، انتقال بتون، نقل مکان بکنی و تو هم میشه. خب مسئله بوده که چه قسم ما شما بعضی کلمه ها اینجا اضافه بکنیم و یا کم بکنیم. به اساس ضرورت شما میتونید بعضی کلمه ها اینجا بیارین که به اساس او کلمه شما معلوماتت درجه بندی بکنین و یا هم ترتیب بکنین که به اساس امی کماندی مور اینجا چی میشه؟ پیدا میشه. میشه که شما اینجا بین از طریق البوم، از طریق البوم ایدی، از طریق اینجا اتریبیوت و دیگه دیگه مسئله هم هست که شما ادم اینجا انتخاب کده و دیگه اینجا اضافه کده میرین تا که دیگه کالما اضافه شوه و به اساس او کالما هم معلومات ها را ترتیب بکنین. خب این بوده درس های امروز. بالا اینا کار بکنین، پرکتیس بکنین، تمرین بکنین تا خوبتر یاد بگیرین. بخیر انشالله در درس بعدی کمانه های دیگه ای است که براتون تشریح میکنیم. بالا همین درس هایی که دیدین شنیدین خودتون عملی کار بکنین. بخیر خوبتر و درستتر درس ها رو منظم یاد بگیرین. بخیر دوستان عزیز، درس ها و معلوماتی که شما از این چینل و پیج تعقیب میکنین، مشاهده میکنین و بعض مسائل را ازش یاد میگیرین، برای دیگه دوستایتام ادرس چینل و پیج بتین تا که دوستایتام از این معلومات ها، از این درس ها مستفید شوند و یک چیزی ازش یاد بگیرن. یک کار خوب و نیک است، برای شما هم خوب است، شما مسائل را ازش یاد میگیرین و برای دوستانتان خوب است تا که یک کمک شوه برای دوستانتان. شما به اونا ادرس و معلومات بتین و اونا را هم تشویق بکنین تا که از این معلومات ها بخیر مستفید شوند و استفاده خوب و درست بکنند.